محمد رهبر همکارم اینجا در استودیو همراه ما هستند تا همین موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای رهبر، حمایت از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم‌انگاری شده از طرف جمهوری اسلامی، این واقعا نشان دهنده چیه از باور شما؟ اگه 10 سال پیش 20 سال پیش یکی میگفتش که یه روزی میرسه که جمهوری اسلامی قانون میذاره از اسرائیل حمایت نکنیم، کسی باورش نمیشد. ببینید، بیشتر کسانی که در ایران هستن، مردم ایران، کسایی هستن که بعد از انقلاب به دنیا اومدن و از جمهوری اسلامی جز بدی اسرائیل نشیدن. حتی اسم اسرائیل رو رژیم صهیونیستی میگن، اونجا اسرائیل میگن تو خبرها و منابع رسمی. از اون طرف مراوده‌ای با این کشور وجود نداره، مردم اصلا اسرائیل رو نمیشناسن، معدودی سفر کردن، در گذرنامه‌هاشون زدن رفتن به این کشور جرم است. به هر حال یک وجود شیطانی از اسرائیل 40 سالی که اینها نشان دادن و مردم ایران هم شناخت آنچنانی از اسرائیل ندارن. ماجرا نفرتی است که از جمهوری اسلامی دارن، نفرتی که از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی دارن و اون رو باعث بدبختی و ویرانی ایران می‌دونن. تمام اینها جمع شده و به این نتیجه رسیدن هر جا که جمهوری اسلامی ایستاد، هر نکته‌ای که گفت، هر بیانی که کرد باطله و باید جلوی اون موضع بگیرد. این نفرت از جمهوری اسلامی باعث شده که هر موضعی رو که مسئولان نظام میگیرند اون رو مردم قبول ندارن و نمیخواد. البته این در داوری ما تأثیر میگذاره، ما رو نامتعادل میکنه. وقتی که پایمون رو بر اساس نفرت میگذاریم، دنیای پیرامون رو انقدر نمیتونیم بشناسیم. ولی خب جمهوری اسلامی این بلا رو هم سر ایرانیان آورده که یک نفرت عظیمی پدید آورده که اونها شناخت جهان خارج رو وامیستن ببینن که جمهوری اسلامی در کدوم سمت ایستاده، بیستن جلوی او و بگن که این کار خطایی است. در بسیاری موارد البته درست نتیجه میگیرن، چون معمولا اینها برابر منافع ملی ایران جایی نمیستن. از طرف دیگه خب الان دیگه نباید پوز آزادی بدند. اگه این اتفاق در غرب افتاده بود و اومده بودند و گفته بودند که هر گونه حمایت از فلسطینی ها عقوبت داره، اون موقع الان جمهوری اسلامی اینو در بوق و کرنا میکرد. شما تظاهرات در لندن 100,000 نفر به حمایت از فلسطین و آنچه که در غزه میگذره به خیابان آمدن و اتفاقا تلویزیون جمهوری اسلامی رو این خیلی مانور داد. آیا چنین اجازه ای در ایران میدن؟ ابدا. و این نشان میده که پای آزادی بیان خیلی میلنگه در جمهوری اسلامی. ممنونم از توضیحاتتون. محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما بودید.